بدیهیات رو، بدیهیات مثل روز روشن رو منکر میشه. وقتی یک واقعه بسیار مهمی که صدها کتاب دربارش نوشته شده و هزاران عالم عمل، این آقای هدایتیه، شاگرد پادوی دکان سابق و تلویزیوندار امروز، راجع به بنده داره حرف میزنه ولی میترسه که اسم بگیره، همچنان که آقای منتظری وقتی کتاب بر رد بنده نوشته، یک کتاب بر رد بنده نوشته میترسه اسم بگیره. اینا آخونده رو نگاه کنی. چرا؟ برکه مقلدانشون نرن سراغ سخنانش، اسم نمیگیرن. این آقا همی کار میکنه، جمله به جمله کتاب آورده، جمله به جمله حرفاشو آورده، اسم صاحب کتاب نمیگیره. بگذاریم از این، این آقا الان داره رد میکنه حرف. خب ادعاشو نگاه کنید، خب ادعاها و دلیلها رو نگاه کنید، همش ادعاها دلیل درش نیست. دلیل چیه؟ صدها کتاب نوشته. آقا دلیل شما چیه؟ مگه درباره مسیحیت صدها کتاب نوشته نشده؟ مگه درباره خدایی عیسی هزاران کتاب نوشته نشده؟ مگه درباره الهاد هزاران کتاب نوشته نشده؟ صد کتاب نوشته نشده؟ این که نشد حرف، که این اینا کلیگویی بی محتواه، کلیگویی که هیچ ارزشی درش نیست. داخل سخن نگاه کنید چیزی درش نیست. ببینیم چی میگه بعدش. امامیه و غیر امامیه، خاصه و عامه، اهل سنت و شیعیان درباره اون نوشتن، واقعه تاریخی که هیچ کس منکر اون نشده، حتی غیر مسلمانان درباره اون کتاب نوشتن مثل واقعه قدیر رو این شخص میاد میگه دروغ هست. خب این که میگه که هیچ کس منکر آن نشده دلیلش چیه؟ این دلیل بر بیسوادی جناب هدایتیه. این که هیچ کسی منکر اون نشده دلیل بر بیسوادیشه. الان خدمتون عرض میکنم که چه کسانی منکر این حدیث شدن و چه کسانی نشدن. جناب هدایتی، خواهش میکنم یا با علم سخن بگویید یا متواضعانه یاد بگیرید که ببینید کسانی منکر این حدیث شدن یا نشدن. یا بنده این حرف، من که اصلا همچین حرفی نزدم که منکرش بشم، من حد اکثرش آمدم آیا حدیث قدیر یعنی حدیث مرداب، قدیر یعنی مرداب، قدیر خم یعنی مرداب خم، آقا شما از مرداب خم مستنقعی درست کردید که هیچ ربطی به این روایت نداره. ولی بگذاریم، آیا کسانی این حدیث رو منکر شدند یا نه؟ جناب هدایتی از سر علم سخن میگوید یا از سر جهل فلسفه بافی میکند؟ این حدیث و من کنت مولاه و فعلی مولا، امام احمد، ترمذی، حاکم روایتش کرده اند، لیکن هیچ کدوم از کتب صحاح اونو روایت نکرده اند. و جناب هدایتی فرق بین صحیحین و صحاح رو نمیدونه، متاسفانه فرق بین سنن و صحاح رو نمیدونه. اهل سنت دو کتاب صحیح میدونن، اونم اندر سند، صحاح سته خطا مشهوری است که شما متاسفانه اینو نمیدونید. لیکن اهل علم، اهل دانش حدیث، حدیث شناسان، همچنان که ائمه این شأن روایت میکنند، راجع به حدیث مرداب اختلاف نظر دارند در صحتش، در صحت سندش. این که صدها کتاب نوشتند که دلیل، این عوام فریبی آقای هدایتی، این یک انسان فریبی صدها کتاب نوشته باشند، یک کلمه سخن بگن درست بگن، نیاز به صدها کتاب نداره، مهم اینه که سخن درست گفته باشه، این مهمه. هرچه شعر نوشتن القدیر آقا، هرچه شعر ور جمع کرده، این که 7-8 جلد 9 جلد الان کچی، یعنی در تاریخ هر که راجع به قدیر سخن گفت این آقا اومده جمع کرده. خب کسانی که این حدیث رو منکر شدند، که آقای هدایتی میگه که هیچ کسی منکر نشده، بخاری، امام بخاری، امیر المؤمنین در حدیث، که کتابش بعد از قرآن یکی از بهترین کتابهای علم حدیثه، و ابراهیم حربی و گروهی از اهل علم یعنی حدیث شناسان،
در این حدیث رو نقد کرده اند و ضعیف دونستند و این حدیث کاملا ضعیفه. شما کسی منکرش نشده پس خبر ندارید، بی خبرید، مقلدید، همجور مقلدانه شستی بیا چی؟ ابو صالح بیا بیا سینه میزنید. اما ابن حزم میگه که این روایت اصلا از طریق ثقات درست نیست، خبر نداره، میگه کسی منکرش نشده. همینجوری داره برغور میده. خب و قصد در این سخن اینه که آقا راجب مرداب حدیث مرداب دانشمندان علمای حدیث شناس اختلاف نظر دارن. این برعکس این چیزی که این آقا میگه و قبلا تیجانی گفته که کتاباش دیگران نوشتن به نامش نام کردن، که میگه نخیر آقا متفق علیه همه اتفاق کردن شیعه و سنی حتی غیر مسلمان، همینجوری داره علکی ادعا میکنه. ادعا کردن که هر مستی میتونه ادعا بکنه. پس این که حدیث رو کسی انکار نکرده، آید هدایتی اشتباه میگید، بلکه حدیث بین اونطور که کی میگه تیجانی میگه یا شماها نوشتین دادیم تیجانی، شماها اینجا مقصودم امثال شیرازی و ایناست، شیرازی گذشته نه این شیرازی نصف مخبل، اون حدیث رو در دو طرف چیز میدونه، موثق میدونه. علاوه از اینکه در اینجا حدیث اصلا معنیش موالات غیر از ولایت ما، اینجا حدیث راجب موالات بر ضد معادات، بر ضد دشمنی، نه ولایت که بر ولایت که مبناش اماراته. اینا ولی رو اومدن معنی والی ترجمه کردن، که اینو بارها توضیح دادم ولی چون سخنش مرتبط نمیشه زیاد در این موضوع الان وانمیستم. مقصودی که این حدیث مورد اختلاف از قدیم بوده در میان علما،